خب با ما هستید در تفسیر خبر از صدای آمریکا. همونطور که در بخش و آغاز برنامه اشاره کردم، خانم شکوه میرزادگی، نویسنده، روزنامه‌نگار، شاعر و پژوهشگر، و از مسئولان پاسارگاد را حفظ کنید، تلاشی که جهانگیر شده در این زمینه برای حفظ آثار باستان ایران، با ما هستند در دنور، کلرادو. با سلام به شما. سلام بر شما آقای چلنگی و سلام به مهمانان و بینندگان شما. خانم میرزادگی، عرض کنم خدمت شما، بنیاد میراث پاسارگاد، شما عرض کنم گزارشی رو و دادخواهی رو در واقع به دادگاه بین المللی فرستادید بر اساس شکایتی که در تهران بوده که مسئولان حفظ آثار باستانی در ایران نه تنها به وظایف خودشون عمل نمی کنن که تخریب می کنن آثار باستانی ایران رو، یا زمینه تخریب رو فراهم می کنن. اطلاعات بیشتری رو جویا می شیم از شما. بله درسته. در هفته گذشته بنیاد میراث پاسارگاد دادخواستی رو به دیوان عالی کیفری فرستاد. این دادخواست از طرف بخش پژوهشی این بنیاد که مسئولیت اون رو آقای کوروش زعیم دارند به این دادگاه فرستاده شد. دلیل این بود که آقای رحیم مشاعی چون 3 ماه پیش از طرف آقای دادخواه و گروهی از کسانی که بنیاد رو حمایت میکنن و میراث پاسارگاد رو حمایت میکنن شکایتی بردن به دادگاه‌های ایران، آقای رحیم مشاعی در دادگاه حضور پیدا نکرد و در این حال دادگاه رو تعطیل کردن و دنبالش رو نگرفتن. بناچار ما فکر کردیم بهترین راه اینه که به دادگاه عالی کیفری شکایت بکنیم و این تخریب های عمدی رو برای اونها در واقع مطرح کنیم. چرا تخریب عمدی؟ ببینید، همین دیروز اعلام شد که، یعنی در روزنامه های ایران اعلام شد که بسیاری از آثار ثبت شده ملی ما که در واقع در ظرف 50-60 سال گذشته به ثبت ملی رسیده، یعنی یکی از کارهایی که باید سازمان میراث فرهنگی بکنه این آثار رو باید حفاظت بکنه، یعنی از نظر قانونی موظف آثاری رو که ثبت ملی حمایت بکنه. اونها نه تنها این کارو نکردن، دیروز اعلام شده که دارن سعی میکنن این آثار رو از ثبت ملی هم خارج کنن. و وقتی دلیلش ازشون پرسیده شده، گفتن چون این آثار خراب شده و چیزی از اونها باقی نمونده، این کار رو ما چاره‌ای نداریم و باید از ثبت ملی خارج بکنیم. یا گروه‌هایی مثلا گروه‌های بختیاری‌ها، آقای آبتین که رئیس کانون بختیاری ها هستن که برای حفظ و حراست میراث فرهنگی تلاش میکنن، گفته چون به صدای ما سازمان میراث فرهنگی نرسیده، ما میخواهیم که این شکایت ها رو به دادگاه های بین المللی ببریم. یعنی از هر گوشه ایران که شما نگاه کنید میبینین صدای اعتراض مردم بلنده که سازمان میراث فرهنگی گوش نمی کنه و تخریب میکنه. تخریب به این معنا، وقتی شما میدونید که یه آثاری باستانیه و میدونید که مثلا هرمزردشیر الان اون منطقه با اهمیت، وقتی که محافظ براش نمیذارید، وقتی که توجه نمی کنیم به حرف مردمی که میخوان برای اونجا محافظ گذاشته بشه و حتی خودشون داوطلبن که برن و این کارو بکنن و بعد حفاران مثلا غیر مجاز میرن و اونجا رو میکنن، یعنی این تخریب عمدیه به نظر من. خانم بفرمایید. جانم بفرمایید آقای. من میخواستم از خانم هیکس یک پرسش داشتم، به شما برخواهیم گشت. خانم هیکس، واقعا اونطور که خانم میرزادگی میگن سازمان حفاظت آثار باستان ایران باید محافظت کنه، از نظر بین المللی رو از شما میپرسم، نظارتی هست یونسکو یا
بله آقای چرنگی، همونطور که خانم میرزادگی فرمودن، قوانین ایران اولین به هر حال مسئله قوانین ایرانه که مقامات ایران رو موظف میکنه، و یکی این که ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو سازمان علمی فرهنگی آموزشی سازمان ملل متحد یونسکو موظف هستش، و اگر نمیتونه از نظر به هر حال مشکلات و مسائلی که دارن نمیتونن از عهده نگهداری این بناها بر بیان، باید کمک بخوان از جامعه بین المللی، وظیفه‌شون هست، و از یونسکو کمک بخوان، که متاسفانه ظاهرا در مسائلی که در چند سال گذشته از طرف مقامات جمهوری اسلامی ایران مشاهده شده، اینها قصد عمدی در به هر حال آثار و میراث‌های باستانی ایران دارن، و نه اینکه واقعا نتونن از نظر مالی یا از نظر تکنیکی، و یک قصد عمد در این مسئله مشاهده میشه. خانم میرزادگی در دنور، آیا شما در این زمینه، در این زمینه موضوع جدید، علاوه بر کیفرخواستی که به دادگاه کیفری بین المللی فرستادید، به سازمان ملل یا یونسکو هم گزارش کردین این موضوع رو؟ بله، ما معمولا وقتی که هر شکایتی رو یا هر نامه‌ای رو که میفرستیم به یکی از این سازمان‌ها، بلافاصله برای تمام سازمان‌های دیگری که ربط دارن میفرستیم. برای طبعا این رو هم برای سازمان ملل، هم برای یونسکو کپی فرستادیم، و برای سازمان‌های حقوق بشر، و امیدوارم که افرادی که در این سازمان‌ها هستن مثل خانم هیکس کمک کنن که صدای ما به گوش مردمان فرهنگ دوست دنیا برسه، و کمک کنن که ما بتونیم، اگر نمیتونیم این آثارمون رو نجات بدیم، حداقل تخریبش نکنیم. آقای چالنگی، دیشب کاخ آپادانا رو، تمام ستونهاشو و مجسمه‌هاشو تکه تکه کردن. این خبریه که دیشب منتشر شده. یعنی ببینید، این نمیتونه یه چیزی باشه که ما بگیم بی‌توجهی فقط. این فقط میتونه عمدی باشه. و باز هم گفتند محلی ها، شما اون منطقه رو خوب میشناسین، محلی ها گفتن که ما بارها گفتیم که یه دیواری بر اینجا بکشن، محافظ بذارن، و نذاشتن، و سازمان میراث فرهنگی اهمیتی نمیده. خب شما از آقای کوروش زعیم اسپوردی روی خط تلفنی ارتباطی ما هستن در تهران. با سلام به شما آقای کوروش زعیم. درود بر شما آقای فلنگی و بینندگان گرامی. آقای زعیم، شما بر چه اساسی این شکایت رو کردید و چرا فقط آقای رحیم مشایی رو مسئول دونستید؟ من یک تاریخچه کوتاهی از موضوعی که منجر به این دادخواست شد خدمتتون عرض کنم. در پی بحران سد سیوند و آسیبای جبران ناپذیری که پاسارگاد تنگ بلاغی میزنه، که همه از اون آگاهی دارن، و مشاهده دردآور نابودسازی آثار تاریخی و فرهنگی همینطور که گفته شد در جای جای سراسر کشور، فکر افتادیم که این مسئله دیگه ارتباطی با سهل‌انگاری، بی‌لیاقتی و بی‌فرهنگی نداره. این یک برنامه است برای محو اون چه از آثار فرهنگ و تاریخ پرافتخاری از زمین که هنوز باقی مونده. اظهار نظرهایی از همین ایشون مثل اینکه اینها جز مشتی و سخنون مرده و پاره سنگ نیستن، و تخصیص اعتبارات حفظ میراث فرهنگی کل کشور فقط به حفظ بقای متبرکه، اجرای طرح‌های عمرانی در نقاطی که میراث تاریخی کهن کشور رو نابود میکنه، و ده ها مثال از سیاستگذاری های ضد فرهنگی مدیریت سازمان میراث فرهنگی، و صدها مورد آسیب های جبران ناپذیر و نابودسازی که همگی توسط بنیاد میراث پاسارگاد بررسی و ثبت در تاریخ شده، ما رو متقاعد کرد که این یک حمله گسترده جدید به فرهنگ و تاریخ کهن ایرانه. نگران از این همه ستیزگری با عظمت فرهنگی و تاریخی ایران توسط عاملان دولت، و با پس زمینه اقدام طالبان در نابودسازی تندیس 2000 ساله بودا که برای جمعیت قابل ملاحظه از مردم جهان مقدس بود، و بی‌اعتنایی سیستم قضایی کشور خودمون در رابطه با میراث فرهنگی و تاریخی، به این فکر افتادیم که مسئله نابودسازی عمدی میراث تاریخی فرهنگی رو تبدیل به یه جرم جهانی کنیم. در خرداد ماه گذشته پیشنهادی برای اعمال اصلاحات در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی کردم
وظایف اونها در صورت تصویب نابودسازی میراث فرهنگی تاریخی یک ملت که به عنوان میراث جهانی ثبت شده باشه همانند نسل کشی جنایت علیه بشریت به شمار بیاد. پیشنهاد من شامل افزایش یک بند ماده 5 اساسنامه بود که طی آن نابودسازی میراث فرهنگی جهانی جزء جنایات مورد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار میگیره و افزایش 3 بند ماده 7 اساسنامه که انواع جنایات علیه بشریت رو تعریف میکنه. و ما این پیشنهاد در کنفرانس حقوق بین المللی تهران هم تایید شد و حقوقدانان برجسته ایران اونو تایید کردن که ابتکار جالبیه و باید جزء قوانین بین المللی در بیاد. به پشتوانه این اصلاحات و امید اینکه روزی جزء قانون بین المللی در بیاد، بنیاد میراث و پاسارگاد که یک سازمان بین المللی است و همیشه در راستای حفظ میراث فرهنگی تاریخ ایران پیشگام بوده، تصمیم گرفت که این حرکت نمادین را علیه رئیس میراث فرهنگی جمهوری اسلامی که مسئول همه خرابیاس انجام بده. و این حرکت نمادین به این آقایون نشان خواهد داد که برای ضربات جبران ناپذیر به میراث تاریخی فرهنگی ایران زدن باید در برابر وجدان جهانی پاسخگو باشند. سپاسگزار هستم آقای کوروش زعیم در تهران، با سپاس از شما. خوب سپاس. شما یک ایرانی تبار بزرگ شده در آمریکا هست. نه. یه شهروند آمریکایی هست. میراث باستانی، آثار تاریخی هر ملتی، این جزء حقوق اون ملت هست. یعنی مثلا در آمریکا کسی اگه بره خونه جورج واشنگتن رو بخواد خراب کنه، همه آمریکایی‌ها حق دارن اعتراض کنن یا نه میگن به شما مربوط نیست؟ نه از این یه چیزایی هست، نه تنها برای یک ملت هست و یه چیزای دیگه هم هست، مثلا پاسارگارد و چیزایی که در ایران هست، پرسپولیس. واقعا این سمبل حقوق بشر هست برای تمام دنیا و اگر که اینها خراب بشه، نه تنها حقی از ایرانیان گرفته میشه، بلکه تمام مردم دنیا حقشون از دست میگیرن سیمبولیکلی. بله، به خاطر اینکه اینا چیزایی هست که از اونجا شروع شده، حقوق بشر از اونجا شروع شده و اونا چیزهایی هست که تاریخ سیویلیزیشن ها هست و باید همیشه احترام بهشون گذاشته بشه. برای همین وقتی که طالبان در افغانستان اون مجسمه های بودا رو منفجر کرد، تمام دنیا اعتراض کردن، به خاطر اینکه این کار علیه تمام نه تنها افغانی ها هست، بلکه برای تاریخ دنیا و تاریخ حقوق بشر. پس حق همه هست. حق همه هست. بله.